اجار خانه نوشته بزرگ علوی تمام مستقلات و املاک آبا و اجدادی فقط دو خانه برای آمیرزا باقی مانده بود که در یکی از آنها خود منزل داشت و یکی دیگر را به سه حیات تقسیم کرده و به بیش از ده خانوار اجاره داده بود. آمیرزا هر روز به این خانه ها سر می زد. هر روز اصل می آمد. از بعضی بدون درد سر مال اجاره را روزانه و یا هفتگی می گرفت. با بعضی سر و کله می زد. از بعضی دیگر من جمله سید مسیب که در آن روزهای عظمت و بزرگی آمیرزا پیشکار و همه کاری او بود خجالت میکشید چیزی بازخواست کند حتی با وجود اینکه میدانست که, می که ناخوش است و شنیده بود که دخترش وجیه را میخواهد شوهر بدهد به سراغ او نمیرفت مبادا سید مسیب خیال کند که آمیرزا به طلبکاری آمده است سقف تنها اتاق به سمسار و زنش خیر و نسا و دخترشان وجیه شکم داده بود و سه چهار تا از تیرهایی که به دیوار شمالی آن منتهی میشد، شد به کلی نیم سوز بودند. اساس اتاق مرکب بود از یک چراغ با لوله شکسته و یک مجری اطلس آبی روی رفته، یک کرسی، یک عکس رنگ پریده جوانی سرداری برتن، یک آگنه قاب برنجی که توی تاقچه گچبری شده ی مندرسی گذارده بودند. یک لحاف آشولاش، یک پتوی چرکتاب چرک که کرک آن به کلی رفته و فقط تار و پود آن باقی مانده بود. و یک گلیم. از همه اینها نکبت می بارید. تمام اتاق چکه می کرد و دل و اندرون چیزی که روزی دوشک می بوده باشد در آب باران خمیر شده و بوی تن زنهایی که چهار ساعت در حمام ماندهاند اند می داد. در یک طرف کرسی بسات تریاک پهن بود. بیحالی، فقر و نزا از فضای این خانه که در سه اتاق آن هم ساده ها با هم زندگی می کردند و اتاق سید مسیب سمسار نیز جزو آن بود، پرپر میزد. فقط در گوشه اتاق، قالیچه ای روی زمین پهن بود و روی آن یک رخت خواب به دیوار تکه داشت و این دو نیز از آن وجیه بود که از بچگی در خانه آمیرزا کلفتی کرده و بعد به مدرسه رفته و اکنون معلمه شده و توانسته بود این قالیچه و رخت خواب را برای خود جهیز بخرد. تنگ غروب بود و بارانی که از صبح روز گذشته شروع شده بود هنوز می بارید و دل آمیرزا را که میدانست این باران چه نتایجی برای خانه او دارد مضطرب می کرد. وجیه پیراهن اننابی که به اندازه نیم و از سر زانویش تجاوز می کرد تنش کرد. چادر نمازش را انداخت روی سرش و از در بیرون رفت. موقعی که میخواست خارج شود، آب بارانی که روی پله اتاق جمع شده بود، شتک زد به جورابهایش. وجیه دو مرتبه آمد توی اتاق. از زیر رخت خوابی که مرتب کنار اتاق بود کهنه پاره ای درآورد جوراب ها و کفش های نیم دارش را پاک کرد و رفت بیرون در همین موقع خیرون نسا که دم منقل نشسته و آتش را فوت می کرد صدا زد کجا <تحق> میری؟ آخه من مادر مرده جواب بابات چی بدم؟ اول ماه پول گرفتی بیست تومن به بابات قرض بده حامیرزا اصری میاد اینجا کرایش رو بدیم آخرش ما هر ستامون زیر این سقف نفله میشیم. به بابا چی بگم؟ وجیه با صدای بلند به طوری که همه همسایه هایی که در آن خانه بودند از زن آقا که داماد برای وجیه پیدا می کرد تا آقا نبی که روزی محرر آقای محله بود همه شنیدند که گفت خدا منو زلیل مرگ بکنه تا از دست شما و آقام خلاص بشم. زن آقا که در اتاق پهلوی لمیده بود نصف تنش را از زیر کرسی کشید بیرون و همین که وجیه آمد از در اتاق آنها رد شود یواشکی پرسید وجیه خانم امشب مشدید میاد اینجا از من جواب بگیره چی بش بگم آقا نبی محرر آقا روزی کیابیا بود وقتی آقا مسجد می رفت فانوس میکشید از هر قبالهی که به امضای آقا میرساند اقلا هیچ چیز به دستش نمیآمد چند تومانی که به او می رسید. بعد آن اوزا به هم خورد. محاضر رسمی درست شد. امامه ها را برداشتند. و در این هیروویر تنها چیزی که به او رسید دو بچه بود که یکیشان مرد و یک زن شلخته سلیته که آقا نبی را بدبخت کرد و معلوم نشد کجا و با کی سر نیست شد. حالا آقا نبی دیوی تومانی را که در دست دارد تومانی یک قران تا سی شاهی به کارمندان شهرداری قرض می دهد و از این راه و از حق و زحمهی که برای راه انداختن کار مردم در عدلیه گیرش می آید، امرار معاش می کند. هفته چند تومن به زن آقا می دهد که روزها وقتی خانه نیست، اتاقش را جمع جور کند و گاهی تفلش را مواظب باشد. آقا نبی موقعی که دید وجیه دارد از اتاق پدرش توپ و زنان به طرف در خانه می رود، با صدای فلزی تنین اندازش گفت مبارک اینشالله زن آقا که از وجیه جوابی نگرفت فهمید که خبری اتفاق افتاده دلش طاقت نیاورد آمد اتاق زن مسیب که بالاخره تکلیف خودش را با داماد تازهی که پیدا کرده معین کند در این اتاق که تمام دیوارها و تاقچه های آن از دود چراغ سیاه شده بود، بوی تخم مرغ گندیده از غلیابی که در سرکه می جوشید با بوهای بادمجان ترشی و خاک زغال و سوخت تریاک توی حق مانده قاطی شده و در هوا سنگینی می کرد. هیچ گناهی در دنیا نداشت جز اینکه کریح و بدترکیب بود. بعضی خوشگل نیستند، بعضی زشت هستند و بعضی بدترکیب. ترکیب. بدترکیب بود. کچل بود و از همین جهت تا می توانست چارقد و لچک سرش می کرد. آن موقعی که پوست سرش مثل امروز مانند سیرابی آویزان و شلفتی نبود و گوشت های شکم و رانش پیچ در پیچ بود کسی رقبت نمی کرد به اون نگاه کند. چه برسد به امروز؟ فقط یک مرتبه که کلاه گیز خریده بود و محض خاطر خدا حاضر شد به سید روزخانی که از لواسان آمده بود و بیجا و منزل بود جا و منزل بدهد لذت زندگی را چشید و سیغه شد از تمام جوانی و خوشی آن دوره امروز فقط برای او همین لقب زناقا مانده است و زندگی او از رخت و فالگیری و دلالی گذشته است و این هم کار آسانی نیست برای اینکه از دو هفته پیش تا به حال نتوانسته بود وجیه را راضی کند که با دامادی که برایش پیدا کرده بود عروسی کند خدا میداند چرا وجیه هر وقت با زن آقا از شوهر صحبت می کرد مشمعز می شد. در صورتی که او زن آقا وقتی به این سن و سال بود هیچ آرزویی در دنیا نداشت جز اینکه شوهری مثل شوفری که او پیدا کرده بود گیرش بیاید. زن آقا آمد و رفت آن طرف کرسی که معمولا جای وجیه بود و پشتی هم نداشت نشست و هرچه خیر و نسا تعارف کرد که طرف بالای کرسی بنشیند قبول نکرد و میگفت نه جون شما بفرمایید بفرمایید چه خوبه یه چایی میخورم میرم آخه تکلیف چیه این حسرت به دل مونده امشب میاد از من جواب بگیره چی بش بگم یه همچین دامادی دیگه از کجا گیر شما میاد قدرشو بدونین پنجا تومن پول نقد میده یه پیرم میاره یه جفت کفش قراره بخره خب خون زندگی نداره چه اهمیتی داره بذارین این دوتا هم این ور کرسی بخوامن شما اون ور کرسی هستی سید آغاز بزرگ زاده است روزی بیست و پنج هزار کارگره هزار هنر داره شوفری میتونه بکنه زن آقا یک بند حرف میزد و فرصت نمیداد که خیر و نسا هم یک کلمه بپرسد آخه زن آقا شما میگین شوفری بلده شوفر که مزدش روزی بیست و پنج هزار نیست پسر میر شکرلا شوفره ماشالله روزی ده تومن خرج خونه میده هزار جور خرج دیگم داره زن آقا گفت آخه خیرون نسا خانم جون هنوز بچه هست تازه پشت لبش سبز شده سب کنین یه خورده بزرگتر بشه خب زن آقا من که حرفی ندارم اما آسد مسایب حاضر نمیشه گناه هم نداره کی دختر به این خوبی رو به پنجاه تومن میده؟ کدوم پدری حاضر میشه که این کار رو بکنه؟ خیرون نیسا خوبه والا اینقدر به فکر مال دنیا نباشین دختر به این خوبی چیه؟ به من که چیزی نمیرسه به جون شما نباشه به جون خود وجیه به ارواح خاک بابا من هیچ چشمی ندارم من خیر شما رو میخوام راسته که دختر شما از هر انگشتش هنر میریزه. اما این روز و روزگار آدم بد دختر به این بزرگی رو بیشوهر بذاره صبح تا که تو کوچه ها ول باشه. مدرسه چیه؟ بذار بره عقب شوهرداریش؟ آخه نظر این آدم دهنش باز بشه. خیرون و رنگش پرید. نه خیر دهنتون باز بشه. چی دارید بگید؟ چیکار کرده دختر من؟ خیر و جون. من خیر شما رو میخوام. دم دروازه رو میشه بس دهن مردم رو نمیشه بس. پشت دختر شما حرف میزنن. زن آقا پشت سر شما هم حرف میزنن. خب بگن. اما خیرون نسا جون. راست میگن. منو به این ریخ دیگه کسی ور میداره. این جمله با حسرت یاد شد. زن آقا لچک سرش را باز کرد و در واقع سر تاس و لک و پیسی و پوست زرد و آویزان او بهترین دلیل بود که مردم دروغ میگویند. گویند. آن هم درباره آقا نبی که یک زن داشته مثل ماه و از بس که خوشگل بود زیر پایش نشستند و از راه به درش بردند. ولی دنیا را چه می شناسی؟ وقتی دید که حرفش در خیر و نسا تأثیر خود را کرد، گفت خیرون نسا جونم نساجونم قربون شما برم به من نمیچسبه اما شما دخترتو زودتر شوهر بده آدم محض خاطر مال دنیا دخترشو بدبخ نمیکنه ته پیاله ی چایی را که خیرون نسا اول ورود قبل از دعوا ریخته بود، زن آقا سر کشید و از اتاق بیرون رفت. زن آقا نه برای خاطر حرف خیرون نسا چایی نخورده بلند شد رفت. بلکه برای اینکه صدای سلام و سلوات مسیب از توی حیات از میان همه جور صدا از جیغ همسایه های آن حیات گرفته تا ونگ ونگ بچه بی سرپرست آقا نبی که توی گل افتاده بود شنیده شد. سید مسیب با آمیرزا توی دالان ایستاده گفتگو می کردند. مدتی از بیرون صدای قرقر زناقا از وسط شرشور باران که شدیدتر شده بود به گوش می رسید. مسیب قبل از آنکه وارد اتاق شود در وسط باران چل بسم الله میخواند که باران قطع شود چون او این خانه را می و میدانست چقدر طاقت دارد قرقر زناقا که خودشون همه جور جادو جنبل بلدن بی خودی پشت سر مرد مومن میشینن حرف میزنن قباحت داره گناه منو میشورن برن اون دنیا جواب بدن مصیب را از جا در کرده بود سید مسیب دیگر گوشش به این حرفا عادت کرده بود. او میدانست که زن آقا هیچ فکری ندارد جز اینکه برای وجیه شوهر پیدا کند. اما مسیب هزار درد بیدرمان داشت که وجیه یکی از آنها بود. او میدانست که این باران بیموقع است و از همین جهت در راه به آمیرزا وعده داد که تا چند روز دیگر پولی تهیه کند و اجاره سماه عقب افتاده را بدهد. آمیرزا بدون اینکه روی این گفته سید مسیب اصرار ورزد قول داد که پس از باران سقف و پیهای تمام این قسمت حیات را تعمیر کند اما با وجود این قرغر زناقا او را متوجه کرد که وجیه هم درد بیدرمانی برای او شده است و میدانست که باز اوقات تلخی با خیر و نسا شروع می شود. از همین جهت اول دست نماز گرفت که بلکه سر نماز فکر بکند. فکر و ذکر خیر و نسا این بود که این عروسی سر بگیرد. برای او پنجاه تومنم خیلی پول بود. چقدر باید دیک های خانه مردم را بساید، بند بیاندازد، وصله و پینه کند، کهنههای های بچه های مردم را بشوید، قالی تکان بدهد، حتی آب حوز بکشد تا پنجاه تومن گیرش بیاید. از همه بدتر حرف مردم بود. اگر وجیه قبول کند و این عروسی سر بگیرد، باز هم کاری شده است. پنجاه تومن هم پنجاه تومن است. اقلا کرایه یک ماه خانه را میدهند. دیگر شوهرش و خودش آنقدر از مردم خجالت نمی کشند. این لحاف کرسی را که می توانستند وصل پینه کنند. بدیش این بود که چه جادو میکرد، دعا می گرفت، نظر و نیاز میکرد، تا به حال بیفایده بود. وجیه یک سرپا می رفت پیش دختر آمیرزا و چه رشته بود باز پنبه می شد. خیرون نسامی می گفت بچه های ما که از خودشون رأی ندارن هرچی بزرگتراشون میگن قبول میکنن این دختره رو مدرسه خرابش کردی که از من حرف شنوی نداره من مادر مرده چه گناهی کردم که گرفتار این پدر گردن کلفتش شدم از کجا بیارم بدم بخوره ماهی پنجا تومن از مدرسه ماهیانه میگیره دریق از یک شاهیش که به من و پدر علیلش بده سرکی که در قلیاب میجوشید از جوش افتاده بود برای اینکه زن آمد توی اتاق و خیرون هم یادش رفت فوتش کند و به علاوه از بیرون صدای آمیرزا آمد که توسط زن به آقا نبی که از خانه بیرون رفته بود پیغام میداد خوب نیست سر و صدای اهل محل بلند شه توی این محله فقط آدمای حسابی نشستن همین حرف ها را آدم می شنید که مجبور می یک دختر ترگل و ورگلی مثل وجیه را هرچه زودتر به شوهر بدهد. از بس که در آتش فوت کرد، نزدیک بود که نفسش بند بیاید. خیرون نسا هر کاری که به عقلش می رسید کرده بود. دعا گرفته بود، دخیل بسته بود، نعل توی آتش انداخته بود. بهش گفته بودند که غلیاب را در سرکه بجوشاند، بعد در درگاه خانه بپاشد. آن وقت بگذارد یک پسر نابالغ همانجا ادرار کند. دو هفته طول نمی کشد که دختر شوهر می کند. همین دستورها تا به حال برای او چهار پنج تومن تمام شده بود. پانزده قران به فالگیر داده بود. یک تومن خورما خریده بود که بین نماز مغرب و عشا میان هفت تا سید تقسیم کند. ولی چه فایده؟ سید مسیب درست موقعی با ادای سین و ساد سوت زنان وارد اتاق شد که سرک سر رفت. ریخت روی خاکستر و پف کرد و هوا رفت. بوی تند تخم مرغ گندیده دماغ او را سوزند او به این کارهای زشت عادت داشت این چه بوی گندیه که را انداختی؟ خیرون نسا مثل وزقی که از صدای پای آبرین وحشت کند از جا پرید خروای دهنت از بوی گندی که تو با این بساط وافر را انداختی که بدتر نیست یه نگاه تو عینه بکن ببین چه شکلی هستی؟ رنگ سوخته و تریاکی سید مسیب چشمهای سفید او با هاشی از دانه‌های های قرمز، پوست ورچروکیده زیر گلوی او، دستهای لاغر، کت تنگ و زیر شلواری چرکتاب گشادی که برتن داشت، این پیرمرد مرد چهل و پنج ساله مردنی را هم مزهک و هم تصف کرده بود. زر زر نکن زن میام یه لگت میزنم بساتتو به هم میزنم و استغفر الله ربی و تو بله آخه فایده این کارا چیه؟ محض خاطر شما زن جماعت آدم چقدر باید تو این دنیا مکافات ببینه؟ صورت خیرون نسا مثل گچ سفید شده بود زن جماعت تو اگه مرد بودی یه ماه آزگار زیر این کرسی نمیشستی تا من لچک به سر مثل سگ جون بکنم بیارم بدم به تو بی غیرت کوف کنی و هر روز هارتر بشی آخه بی غیرت اون مرده که توی خونه هارت و هورت میکنن اونا مثل تو نیستن فایده این کارا چیه؟ تو اگه مرد بودی همینطور بیحال وافور نمیکشیدی که مردم پشت سر دخترت هر چی از دهنشون در بیاد بگن تو رگ نداری میخواستی یه دقیقه پیش اینجا نشسته بودی میشنیدی زن آقا پشت سر وجیه چی میگفت آنگاه خیرون نسا تمام آنچه از زن آقا و همسایه های دیگر شنیده بود با چند تا دیگر هم رویش برای مسیب تعریف کرد تمام امید و آرزوی مصیب این بود. که دخترش ترقی کند و او را از این بدبختی که گرفتار شده نجات دهد. زندگانی مسیه با وجودی که تراژیک و دلخراش بود، هیچ چیز ای نداشت. او هم مانند هزاران هزار بدبخت دیگر قربانی تحولات اجتماعی بود. اینها اگر در دوران آرامی زندگی می کردند، خوشبخت بودند، یا اگر اقلا مثل آمیرزا قدرت درک حوادثی را که در شرف تکوین است داشتند باز مصائب را با صبر و حوصله تحمل می کردند. مسیب هیچ خیال نمی کرد که وجیه را شوهر بدهد تا جیر خار دامادش بشود. او دست کم امید داشت که وقتی برای وجیه شوهر خوبی پیدا شد و با مردم این دور سر و کاری پیدا کرد اقلن دامادش می تواند دست او را جایی بند کند. برادرش دخترش را به یک سرگرد داد و خود او اکنون وکیل باشی است و زندگانی خوبی دارد. اما چیزی که به فکر او نمی رفت این که وجیه را فقط برای آنکه کرایه خانه را بپردازد به یک بی پایی از اینطور آدم هایی که زن آغا و آقا نبی و فالگیر و رمال پیدا می کنند مفت و مسلم از دست بدهد. بعیدتر از همه اینها این بود که وجیه دختر او وجیه دختر سید مسیب که از سیزده سالگی تا به حال نمازش ترک نشده است ممکن است یک زن هر جایی بشود این فکر برای او غیر قابل تحمل بود سید مسیب روزگاری در دستگاه آمیرزا که پیشکار مالیه ی یزد و کرمان و بلوچستان میشد نوکریم کرد همان وقتی که وجیه به دنیا آمد تصمیم گرفت که او را مثل دختر آمیرزا تربیت کند و اگر روزگار عوض نشده بود شاید هم می توانست به این آرزوی خودش برسد اما اوضاع تغییر کرد دیگر به آمیرزا کار ندادند او هرچه داشت فروخت خاتون آباد ملک ششتانگی او تقریبا به دست یک وکیل باشی گاوداری که همسایه او و بعدها شریک ملک او بود برباد رفت بعدها این وکیل باشی امیر لشکر شد. هر روز به اسم اینکه راه تازه ساخته، آسیاب تعمیر کرده، تخم پنبه امریکایی خریده، برای گرفتن پیش کشت چغن در رشوه داده، نظامی های امیر لشکر اسباب اذیت آمیرزا را فراهم می آوردند. همیشه مسیب دم چک بود. هرچه زندگی آمیرزا رو به وخامت رفت، نکبتی که هستی محقر مسیب را فرا می گرفت فزونی یافت. مجبور شد دخترش را به کلفتی به خانه آمیرزا بفرستد و از آنجا اختیار این دختر از دستش در رفت. منتها آمیرزا پشت پرده را می دید و معنا و مقصدی را درک می کرد. نه فقط ملک او بلکه کلیه املاک تدریجا از دست امثال او خارج می شدند و به دست تازه به دوران رسیده ها می همان وقت آمیرزا به مسیب گفت که باید دخترش را جور دیگری تربیت کند. آمیرزا گفت ما رفتنی هستیم. دوره ما تموم شد اما وای بر وجیه. وجیه تازه آن وقت به دنیا آمده بود. هجده سال از آن زمان تا به حال گذشته است. با چه خونه دل خوردنی او را بزرگ کرده بود. وقتی آمیرزا در کربلا مجاور شد، مسیب دکان اتاری باز کرد. اما دشواری ها آنقدر زیاد بود که نتوانست تاب بیاورد. آمدند گفتند که باید اجناس را پشت شیشه و آینه بگذارد. گفت چشم. نسخه نپیچد. چشم. مالیات بدهد. چشم. کاغذ پاره ای را که از خانه مردم می خرد، اول به اداره آگاهی نشان بدهد. چشم با وجود این، هر روز آجانها و جاسوسهای شهربانی به اناوینی اسباب اذیت او را فراهم می آوردند. بعد با زنش و دختر دوازده سالش رفت نوکری. آقازاده از وجیه خوشش آمد. مسیب نمی خواست او را سیغه بدهد. از اینجا هم او را بیرون کردند. آمیرزا از کربلا برگشت و این خانه سه اتاقی را در اختیار او گذاشت. مسیب دکان سمساری باز کرد. مغازش را دزد زد. مقداری اساس مردم پیش او امانت بود. حبسش کردند. آن وقت بساطی در جلوی مسجد شاه پهن کرد. تا اینکه از چند هفته پیش از بس که روی دوشک خیز خوابید سینه پهلو کرد و زمین گیر شد. مسیب هر مصیبتی را می توانست تحمل کند. او دیگر به سختی عادت کرده بود. درست است که سه ماه کرای خانه را نپرداخته بود. اما چه بکند؟ او حاضر بود گدایی کند. لحاف کرسی را که جانش به آن بسته بود بفروشد. اما دخترش را نمیخواست خواست به هر کسی بفروشد. شاید هوا بهتر شود و آنها دیگر به کرسی احتیاج نداشته باشند و گشایشی در زندگی آنها فراهم آید. شاید برای وجیه در یک از اداره های دولتی کاری پیدا شود. میگویند به بعضی از این دخترها در اداره های دولتی ماهی 150 تومن حقوق میدهند. تمام بساط سید مسیب که در جلوی خان مسجد شاه پهن میکرد کرد 150 تومن نمی شود. این سختی ها را می شد تحمل کرد. اما بدنامی؟ نه. این دیگر پشت هر پهلوانی را خم می کرد. هرچند تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. ساعت دو از شب گذشته بود که وجیه وارد خانه شد. وجیه هیچ عادت نداشت که پدرش با او اوقات تلخی کند. از همین جهت وقتی از او پرسید تا این وقت شب کجا بودی وجیه یکه خورد نگاهی به مادرش کرد و بعد با کمال سادگی گفت پیش دختر آمیرزا بودم دیگر گفتگویی نشد وقتی تریت آبگوشت با پیاز خوردند سید مسیب گفت وجیه فردا تو رو برای حسین آقای شوفر عقد میکنیم مثل اینکه کسی دو بامبی توی سر وجیه بکوبد اینطور حرف پدر در دل دختر تأثیر کرد. وجیه هیچ وقت درست فکر نکرده بود که ممکن است به زودی شوهر کند. با وجودی که زن آقا همیشه از مشتی صحبت می کرد و مادرش او را روزی نبود که آزار ندهد، وجیه شوهر را جور دیگری تصور می کرد. وقتی وجیه یاد شوهر می افتاد، آن پسر خوشگلی که روزها در راه مدرسه عقب او می آمد بدون اینکه جرأت بکند حرفی بزند در مخیلش پدیدار می شد. و یا آن بازرس وزارت فرهنگ که به او لبخند میزد و برای او تقدیر نامه صادر کرده بود. اما شوهر آنطوری که پدر و مادرش با هم هستند و زن آقا روزی به آن سید روزخان لواسانی بوده و یا آنطوری که آقا نبی با زنش زندگی می کرده برای وجیه چیز وحشتناکی بود. مدتی بود که چراغ را پایین کشیده بودند و تاریکی غیرگونی اتاق سرد مسیب را فرا گرفته بود. همه آرام بودند ولی هیچ کس نخوابیده بود. فقط از اتاق همسایه ها صدا می آمد. اما باران همین طور می بارید. بارانی که چندین سال نظیر آن را کسی در تهران ندیده و نشنیده بوده و به خاطر نداشت. خیرون و سید مسیب، آقا نبی و زناقا و حتی آمیرزا گرفتاری های دیگری داشتند و نمی توانستند به باران توجه کنند. در سرنوشتان ها قیمت نان تأثیر داشت و اجار خانه و عقاید عمومی. زناقا و آقا نبی گرگ باران دیده بودند، آنها نان یک من یک قران خورده و جلوی دهن از آمیرزا گنده ترها را زمانی که کیا بیا گرفته بودند. اما برای وجیه دختری که تازه میخواست شکفته شود این حرفها بار کمر شکنی بود. در مقابل می فکری بکنند که فکر باشد و از همین جهت تصمیم گرفتند که او را به کسی که بشود شوهر بدهند. آقا نبی و زن آقا چه علاقه ای داشتند به اینکه باران میبارد یا نمی بارد. یک هفته بود که لباس خشک به تن نکرده بودند. آقا نبی تا خشتک شلوارش گلی بود. خیر نسا اصلا فرصت نداشت نگاهی به چادر نمازش بکند. زن آقا روز آفتابیش شلخته بود. چه برسد به حالا که یک هفته بود موهای خارش را شانه نکرده و مثل بند جارو در صورتش آویزان بود. سید مسیب از کمر درد و سینه درد جانش به لب رسیده بود. او فقط آرزو داشت تریاک سیری بکشد. آن هم در یک اتاق آفتاب گیر و اقلا برای یک ساعت هم شده قرقر خیر را نشنود. اما باران بدون توجه به این آرزوهای زمینیان کار خودش را میکرد و از وسط درزهای در به داخل اتاق میریخت. شرشر یک نواخت باران قمنگیز و خواباور بود. میبارید، میبارید و چکه های درشت وقتی به روی آب حوز میخوردند و با ریزش آب ناودان مخلوط میشدند، موسیقی شومی که متناسب با افکار و تخیلات تیره ساکنین اتاق سید مسیب بود به وجود می آوردند. آنها آنقدر درباره امروز خود و فردای وجیه فکر کردند تا اینکه آرام به خواب رفتند اما باران کار خودش را کرد سقف اتاق سید مسیب تبدیل به کوفته ی وارفته شده بود مثل زماتی که روی زخم بپاشند از هم در رفت تیرهای دود ای که ترک ورداشته بودند دمدمه های صبح فشار آب بارانی را که در فاصله ما بین دو تیر روی حسیر جمع شده بود تاب نیاورده گل و خاک و چوب را به روی خفتگان فرود آوردند جرزهای اتاق که از مدتها پیش شکاف برداشته بودند روی آنها خراب شدند صبح که آمیرزا برخلاف معمول به دیدن مستعجرین خود آمد، دیگر صدای ناله مسیب و قرقر خیر را نشنید. زناغا به اسم این که میخواهد مرده ها را از زیر آوار بیرون بکشد، هرچه از اسباب های دم دستی پیدا میکرد تا آنجا که آقا نبی و همسایه ها ملتفت نمی شدند، به اتاق خود میبرد. مثل اینکه لبخندی روی صورت وجیه نقش بسته بود. عین لبخند نامحسوسی که وقتی در راه مدرسه پسر خوشگل را دنبال خودش میدید در صورتش پدیدار میشد. آمیرزا وقتی قیافه درد کشیده او را دید از ویرانی که به دست خودش ایجاد شده بود خجالت کشید و از خانه بیرون رفت.